There is no God. The big question is, بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز، امروز دو نکته جالب رو خدمت شما میگم و برای من همیشه لذت بخشه که وقتی میبینم که ملحد سعی میکنه با قرآن در بیفته و ضرب فنی میشه. امروز دو ملحد، یکی که چهرش میاد آقای مشیری که ملحدی است که مشهوره، و یک ملحدی که کاریکاتور خودشو میاره، دو جا به قرآن ایراد میگیرن و ما هر دو رو پاسخ خواهیم داد. اول کلیپ 3 بشنوید، با صحبت کنیم. این سه نسخه‌ای که ازش بحث هست، سه نسخه‌ای که از قرآن بوده و بعداً بحث‌های زیادی مطرح شده، شاید به نظر میاد از لحاظ تاریخی اولین قرآن سوزی در دوره عثمان رخ میده بعد از اختلافاتی که وجود داشته. توضیح بفرمایید که این مسئله چقدر تأثیر می‌گذاره، درک این مسئله در نگاه شخصی مثل شما در واقع به قرآن. بله، ببینید، مسلمین بر این هستن که قرآن دارای تاریخ نیست، یعنی همین مطلبی که دوست محترم ما فرمودند و تکیهشون بر این بود که انجیل 100 سال بعد از مسیح نوشته شده، در واقع اون چیزی که این دوست محترم و بزرگوار ما میفرمان این است که کار اونها دارای تاریخ است، یعنی زمان بری گذشته و تغییرات وارد شده است، اما در کار قرآن هیچ تغییری نیست و این کتاب به همین وجهی که امروز در دست ماست و آیات قرآنی هم ما رو پشتیبانی میکنند، صحیح و درست از آسمان ها به زمین آمده و امروز همون قرآنی در دست ماست که بر محمد نازل شده. در حالی که عرض کنم که کشفیات اخیر، اون نسخه صنعا، چندین هزار نسخه، در واقع چندین هزار اوراق قرآنی که به خط همون روزگار نوشته شده است، پیدا شده است که بسیار تفاوت‌ها دارد با این قرآنی که امروز در دست ماست. این نسخه که می‌فرمایید در واقع 40 سال پیش تقریبا در یمن پیدا شده. بله، این نسخه یمن است و شاید نخستین، این از اون نسخه‌های نخستین هست که از سوزاندن تشکیلات در واقع امر عثمان بر کنار مانده و بسیار چیزها روشن میکند. ما امیدوار هستم این نسخه به چاپ برسد و معلوم شود که این داستان تقدسی هم که میگویند اون چنان نیست که ما تصور میکنیم. باری هر کسی برای خود قرآنی داشت. بعد از اینکه رسول فوت کردند، رحلت یافتند، این هست که ما روایات مختلف داشتیم، روایت عبدالله ابن مسعود، ابو موسی اشعری و دیگران. این است که این سبب اختلاف مسلمین بود و عثمان آمده است اینها رو جمع‌آوری کرده و سوزانده، و اون نسخه‌ای که میگویند در دست حفصه بوده، دختر عمر و همسر رسول، و آورده است. و داستان‌ها بسیار است، من جمله این که میپرسیده است در واقع با حضور دو شاهد که آیا رسول این را گفت یا نگفت، و اینها رو جمع‌آوری کردند و این قرآن امروزین همون یادگار قرآنی است که هرچه باید که از روزگار عثمان باقی مونده. و چنانچه این کتابی که در دست دانشمندان آلمان هست و فیلم برداری شده و عکس برداری شده از این نسخه صنعا، به ما نشون خواهد که چه اختلاف ها هست در این دو نسخه، و این در واقع عدم تقدس رو به اثبات میرساند که قرآن هم یک امر زمینی است، از او تاریخ گذشته و از ذهن شخصی گذشته و بر صفحه کاغذ آمده، چون امر عرض میکنم که در واقع هبوط کتاب یا این چنین چیزی از آسمان ها امری محال است، یعنی انسان امروزی چنین چیزی نمی اندیشه. و این پایه و اساس، اتفاقا میخوام خدمت شما عرض کنم که علت این که هیچ تغییری در وضع فقه به عنوان مثال پیش نیامده و هیچ اصلاحی در دین اسلام متاسفانه نشده است، همین باورمندی است به این تقدس و این جمود و این که در واقع یک امر کامل در دست ماست و فقه کامل در دست ماست، و کسی هم که دارای یک چیز کاملی باشد جستجوگر کمال و تعالی نیست. این است که این فقه و قرآن و احکام قرآنی به صورت سنگواره ها، به صورت عرض کنم که اشیاء عتیقه قدیم در آمدن. بله. بدون این که گامی فراتر بروند. این است که این مطالب.
خیلی پرحرفی کرد، اما لب مطلبش این بود که قرآن کریم اینطور نیست که از روز اول که اومده همینطور باقی مونده، بلکه تغییراتی انجام شده و اشاره کرد. میخواد بگه یعنی، چون که یکی از چیزهایی که ما میگیم این است که قرآن معجزه است، پیروان قرآن کریم به 73 فرقه تقسیم شدن، حرفای پیغمبر عوض کردن، اما قرآن را عوض نکردن، حتی یک نقطه هم عوض نکردن، حتی جای یک سوره رو جابجا نکردن، مثلا سوره بقره رو بیارن اول، سوره حمد ببرن آخر، نکردن. این ما میگیم که یک معجزه است، این نمیشه در بشر این کار رو دست نبره، چون در هر چی بشر دست میبره، خصوصا این کسی که دشمن داره. مثل که آقا من برم ایران با مثلا تمام کسایی که تو شبکه نور هستن و دولت همه رو تیر بزنه ولی به من تیر بخوره به من اثر نکنه، این معجزه شد دیگه. قرآن رو مثل حدیث های رسول همه فرقای اسلامی تیر زدن، اما از قرآن رد نشده. شیعه هم هست، شیعه مثلا میگه که هر چی میگه از آن عوض کردم، قرآن عوض نشده. این میخواد بگه این تقدس از بین ببره. نه، میگه یک قرآنی در صنعا پیدا شده، چند سال پیش، چند سال پیش گفت، 40 سال پیش، هزاران صفحه میگه داره، عکسش هم نشون دادن دیگه، در دست دانشمندان آلمانی هم هست. خب آقا جان 40 سال اینه چاپ کنن دیگه، میگم امیدواریم که چاپ شود. آلمان دیگه چه مرضی داره که چاپ نمیکنه؟ دروغ در خود حرفه. 40 سال پیش پیدا شده، راست میگه. من که جوان بودم همین غربی ها شلوغ کرده بودن که قرآن سنا پیدا شده، نمیدونه 70,000 صفحه است و از این حرفا. خب چاپش کنیم ببینیم چی هست این آخر، چون که قرآن نمیشه مثل چاپ درست کرد، نمیتونی آیه رو اضافه کنن. میتونستن خود شیعه مگه چلاق بودن تا حالا کرده بودن علمای شیعه؟ پس دروغ در خودشه. این آقا امیدوار از کتابی که 40 سال پیش، کتاب است آقا، بمب اتم که نیست، چاپش کن دیگه. به زبان عربی هم هست که مردم بخونن که آقا یه قرآن دیگه هم هست. خدا بهتون اجازه نمیده که دروغتون پیش بره. پس دروغ در خودشه. اما من الان، چون که ما در ضمن کتاب یک ملحد دیگر هم نقد میکنیم که ایراد گرفته به اینکه قرآن معجزه ریاضی نداره، من یک معجزه ریاضی به شما نشون میدم در قرآن. باور کنید که شما باید به سجده بیافتید، معجزه است دیگه، به شما نشون میدم. خیلی ساده است، خودتون هم میتونید با ماشین حساب کنید و این نشون میده که قرآن عوض نشده. همین معجزه نشون میده. شما به این جدول نگاه کنید، یکم براتون توضیح میدم، خوب متوجه بشید. لطفا بیارید این بالا چی نوشته؟ نام سوره. خب این براتون معنیش خیلی آسونه، حمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، الی آخر، اخلاص، فلق، ناس، 114 سوره، درسته؟ شماره سوره، خب هر سوره یک شماره داره یا نداره؟ داره. حمد شمارش 1، بقره 2، آل عمران 3، درسته یا نیست؟ نساء 4 آخرین سوره که 114 باشه، سوره ناس است، قل اعوذ برب الناس. خب شماره سوره هم دیدید، پس اول آسان شد، نام سوره، شماره سوره. خب هر سوره یک آیاتی داره، آیات هم یک تعدادی داره. سوره حمد 7 آیه داره، سوره بقره 286 آیه داره، سوره آل عمران 200 آیه داره، سوره نساء 176 آیه داره، الی آخر که میرسیم سوره اخلاص 4 تا آیه داره و بعدیش 5 تا و آخری 6 تا. خب حالا چی میخوای بکنی آقا؟ چه معجزه میخوای ثابت کنی؟ یک شیر پاک خورده ای اومده چیکار کرده؟ شماره سوره رو با شماره با تعداد آیات جمع زده. خب نگاه کن چیکار کرده. شماره سوره 1، شماره آیات چنده؟ 7. چند شده؟ 8. دوباره بقره رو بده شماره سوره 2، تعداد آیات 286، اینم جمع زده شده 288. این در این سطور نوشته، زوجار در این سطور نوشته. آل عمران شماره 3 با 200 جمع شده، 200 آیه داره شده 203، اینو در این سطور نوشته. حالا چی کار میخواد بکنه بهتون میگم. پس فرد، عدد فرد اومده، 1 فرد، 2 زوج، 3 فرد، 4 زوج، 5 فرد، 6 زوج، 7 فرد، 8 زوج، 200 زوج، 201 فرد، 202 زوج، 203 اینور نوشته. خب نساء را اینور اومده، مائده اینور اومده، خلاصه رفته جلو جلو، آخرش دیده 57 تا عدد فرد، 57 تا عدد زوجه. این از آیه قرآن در درش یک الهام آمده، و شف و الوتر و جفت زوج، فرد و زوج، گفته حتما باید یه چیزی باشه. خب حالا چی شده؟ خب توجه کنید. پس فهمیدی چی کار کرد؟ نام سوره، شماره سوره. خب ببینید معجزه قرآن جلوی چشم میدونه، خودتون برید حساب کنید. تعداد آیات رو تو این ستون نوشته، باز این دو تا رو که جمع زده به دو جور عدد رسیده، فردا رو اینور نوشته، زوجا رو اینور نوشته. حالا بیا پایین نگاه کنید، پایین. تعداد شماره سوره رو جمع زده،
سوره اول با دو، با سه، با چهار، با پنج جمع زده، جمع زده، جمع زده، جمع زده، رسیده به 6555. درسته؟ یعنی تعداد سوره ها رو که جمع بزنی از اول تا آخر به عدد 6555 میرسه. خب قرآن چند تا آیه داره؟ 7 با 286 جمع زده، با 200 جمع زده، قرآن چند تا آیه داره؟ 6236 هم آیه داره. خب چی شد حالا؟ چی مهم نیست، یه عددی است. منتها در اینجا یک چیز عجیب اتفاق افتاد. وقتی که این ستون فرد رو جمع زد، این ستون فرد رو جمع زد، به عدد دوباره، این عدد دوباره اینجا آمد، 6555 اینجا اومد. یعنی یه چیز عجیبی است. و وقتی که آیات جمع زد، زوجا اینجا اومد. یعنی این عدد زوج با این عدد زوج مساوی مساوی است. حالا بگین چی معجزه است؟ من بهتون میگم چی معجزه است. اگر از سوره حمد مثلا 7 آیه داره، یک آیه رو ور می داشتن میشد 6 آیه، ها 6 و 1 میشد 7، میواد این طرف، تمام این معادله به هم میخورد. یعنی یک آیه رو که عوض میکرد، یعنی مثلا به جای 7 آیه قرآن میکردن 6 آیه این سوره حمد، یا میکردن 8 آیه، همینطور هر سوره دیگر رو، این ستون به هم میخورد، این معادله پیدا نمیشد. 6236 که مثل آیه قرآن است و 6555 که مثل شماره سوره های قرآن است. از این چی ما میفهمیم؟ از این میفهمیم که آقا حمد از جاش تکون نخورده، تعدادش هم عوض نشده. چون اگه عوض میشد این معادله به هم میخورد. این دو معادله رو ببینید، این معادله به هم میخورد. در طول 1400 سال این به هم نخورده، حمد از جاش تکون هم نخورده. اگه میومد جای بقره هم باز این شمارش عوض میشد. اگه عدد عوض میکردن هم تعداد آیات عوض میکردن، زیاد کم میکردن هم عوض میشد. تمام این دو معادله به هم میخورد. این به ما ثابت میکنه، این دو عدد به ما ثابت میکنه که عرضم به حضور شما، قرآن هیچ نقطش عوض نشده. چون که یک آیه رو جابجا میکردی بازی به هم میخورد. مثلا سوره اول میبردی آخر، سوره آخر میآوردی به پایین، همه این نظم به هم میخورد. تعداد زوجا زیادتر میشد، تعداد فردا کمتر میشد و با اون نسبتی که ممنوع تا فرمان به هم جور در نمیومد. این شما میتونید با یه ماشین حساب کنید، شماره آیات حساب کنید، میشه 6555. تعداد آیات قرآن هم حساب کنید، میشه مثلا 6236. باز شماره آیه رو با خود آیه جمع بزنید، دو تا ستون ده میاد فرد و زوج، و این دو تا عدد عجیب به دست میاد. امیدوارم که متوجه شده باشید، بیش از این نمیتونم توضیح بدم. پس این خودش دلیل بر این است که قرآن عوض نشده. دلیل دوم این است که هیچ کس نمیگه عوض شده. آقا شما برو تو خونه آقای خامنه ای، همون قرآنی است که تو خونه مفتی عربستان است، تو مفتی پاکستان است، آخر کانادا است، هیچ کس نمیگه عوض شده. به این قرآنی که شما پیدا میکنید تو جیبتون است، بیرون بیار، بیرون بیار ببینم این قرآنی که در صنعا پیدا کردی 40 سال است داد میزنی، خجالت هم نمیکشی، پیرمردم شدی، با خودت نمیگی که این قرآن کجاست؟ برای اینکه خدا گفته، فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن نازل کردیم، ما حفظش میکنیم. برای چی باید حفظ کنه؟ برای اینکه دیگه پیغمبری نمیاد. روز قیامت همین شما آقای مشیری رو میگه که آقا من برات که نامه فرستادم، من که خدای آسمان و زمین هستم، برات نامه فرستادم، نذاشتم که نه خمینی توش دست ببره، نه پادشاه عربستان توش دست ببره، نه میدونم یهود توش دست ببره، اجازه ندادم. چیز عجیبیه. آقا مگه آمریکا هر کاری نمیتونه بکنه؟ یک کتاب قرآن چاپ کنه دیگه، چرا نمیکنه؟ 1400 سال به خب پیغمبر ما فرموده، بارها بهتون گفتم، سنی میگه که پیغمبر فرموده اگه شما عزاداری کنی میری جهنم، آتیش لباس آتیش بهت میپوشونن. شیعه از زبان همون پیغمبر، شیعه از زبان همون پیغمبر میگه اگه عزاداری کنی یک قطره اشک هم بریزی که فاحشه هم باشی میری بهشت. خب قرآن هم از زبان همون پیغمبر به در آمده، همون زبانی که برای ما حدیث گفته، همون زبان مبارک برای ما قرآن هم گفته. این که جوری حفظ شده، حدیث ها حفظ نشده؟ پس این معجزه است. امیدوارم که جواب کافی و شافی گرفته باشید. خب حالا از درون این معجزه من میخوام یک معجزه براتون در بیارم. یکی از این معجزاتی که در این قرآن هست این آیه است، سوره یونس آیه 92، فالیوم الیوم ننجیک به بدنک، بدن تو را ای فرعون ما نجات میدیم، لتکون لمن خلفک آیه، تا برای کسایی که بعد از تو میان این آیه باشه، این نشانه باشه. و این کثیرا من الناس ان آیاتنا لغافلون، به درستی که خیلی از مردم آیات ما رو غافل هستن. لکه آمده یعنی خیلی غافل هستن. این داستانش چیه؟
تا سال 1903 به نظرم بشر نمیدونست که اجساد فرعون وجود داره. در سال 1903 یک دانشمند انگلیسی در مصر وارد این اهرام ثلاثه شده و تونستی فرعون ها رو کشف کنه. تا الان دارم در میارن و دیدن که آقای فرعون های 3400 سال پیش مردن، جسدشون سالمه. این اولین معجزه است که هیچ کس نمیدونست که فرعون جسدش سالمه. حالا همه فرعون ها مثال سالمه و ولی قرآن اینو گفته بود که من بدن تو رو فرعونی که تو دریا غرق شده، این فرعون تو دریا غرق شده، دنبال موسی می اومد، دریا باز شد، موسی رد شد، این اومد بالای دریا بشه، افتاد و در آخرین لحظه گفت لا اله الا الله، خدا ازش قبول نکرد و غرق شد. ولی خدا در اونجا میگه که فالیوم، امروز ما میگه بدن تو رو نجات بدیم، خودت رو که کشتیم، تا برای کسایی که بعد از تو میان، یعنی ما و شما، نشانه باشه که من خدا هستم. این فرعونم ادعای خدایی میکرد، ببین چطوریش کردم. خب این رو یک داستان اینجوریه. یک دانشمند فرانسوی که مسلمان هم نبوده، اول کاتولیک بوده، یعنی مسیحی سرسخت بوده، باز از مسیحیت برگشته، این دانشمند جراح هم هست، این دانشمند علم تشریح هم هست، جسد یعنی نگاه میکنه و انسان عجوبه است. اینقدر این انسان عجوبه بوده که پادشاه عربستان اینو دکتر خودش کرده. پادشاه عربستان چقدر پول داره، چقدر بهش داده، گفته کشوری مثل فرانسه رو ول کرده، مثلا 2 سال رفته براش کار کرد. خانم رئیس جمهور مصر دوستش بوده و از خواهش کرده که مثلا یه دفعه فرعون رو بیار من اینجا آزمایش کنم، اونم به شوهرش گفته که بهش اجازه بده. این آدم جسد اون فرعون رو پیدا کرده که تو آب غرق شده، یعنی نمیدونسته. روی یکی از جسدهای فرعون دیده دستش یکم بالا میاد وقتی باز کرده. این خب دیگه علم تشریح دیگه، و چرا مثلا یکی میمیره میبرن پزشک قانونی؟ چون پزشک قانونی تشخیص میده این چطور مرده، کجاش زدن، چه جوری دعوا کرده. اینم نگاه میخواست ببینه که این چه جوری مرده. خوب که نگاه کرده دیده این داره دفاع میکنه، مثلا چیزی در دستش بوده و بعد دیده که استخونا شکسته، پوستش نشکسته، پوستش تکون نخورده، فهمیده که در آب غرق شده. اون چیزی که دانشمندا میدونن، از نمکایی که در بدنش دیده، نمکای دریایی، فهمیده که این در دریا غرق شده و این اومده اعلان کنه. خب توجه کنید، اومده این اعلان کنه که آقا من یک کشف بزرگی کردم، یک فرعون تو دریا غرق شده. ولی عجیب است که جسدش از بقیه سالمتره. این برایش یک سوال عجیب بوده که جسد تو دریا غرق شده ولی سالمه. اومده اعلان کنه، یکی بهش گفته آقا این تو قرآن هست، چی میگی تو؟ میگه این عصبانی شده، گفت چی تو قرآن هست، من اینو کشف کردم. گفت ببین آقا تو قرآن هستش که همین آیه رو گفته، همین آیه رو بذار ببینم میتونم خود آیه رو ترجمه‌ش هم براتون بیارم. این نگاه کنید، این آیه ببینید، داستان اینجوری شروع میشه که سرانجام ما بنی اسرائیل میگه از دریا گذراندیم، فرعون با سپاهیاش از روی ستم و تعدی در پی آنها رفتن. چون فرعون هنگام غرق شدنش فرا رسید، گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی، چون داشت غرق میشد، گفت خیلی زرنگ بود، آخرین لحظه میخواست خودش نجات بده، هیچ معبودی به جز خدای حق نیست، جز کسی که همون که خود خدا رو که نمیشناخته، میگه همون که بنی اسرائیل میپرستن، منم مسلمان شدم. به او گفته شد حالا در حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان بودی، دل از این مرگ میگه توبه قبول نمیشه. پس دوباره این آیه رو میگه، پس امروز بدنت رو از دریا نجات میدهیم تا عبرتی برای کسانی که بعد از تو میآیند، یعنی من و شما باشی، و بیگمان، این آیه رو خوب توجه کنید، و بیگمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. خب این که پیدا شد، این آیه رو که براش خوندن، این رفت قرآن خوند، بابا این چی میگه؟ این مسلمان شد. از سال نمیدونم 77 بود یا 82 بود تا 94-98 که خدا رحمتش کنه مرد، این مسلمان شد. یک کتاب هم نوشت، کتاب های خیلی قوی نوشت، من یک کتابش خوندم، انجیل و قرآن و تورات انجیل و قرآن، خیلی کتاب قوی نوشت. عجوبه ای بوده. خب آیه آخرش یه چیزی میگه، خب توجه کنید دیگه، این که ایمان آورد بقیه هم باید ایمان بیارن. آقا من دکتر هستم، رفتم دیدم، تو چرا این فرعون به دست من دادی آقای فرانسه؟ برای اینکه میدونی من دانشمند هستم، من الان برات میگم که این تو دریا غرق شده، چون که این آیه تو قرآن هست. حتی بهش گفتن عجله نکن، این آیه تو قرآنشون هست، چون که در کتاب انجیل و تورات هست که فرعون چی شده، اما نگفتن که جسدش نجات دادیم. در کتاب تورات و انجیل هست که فرعون در دریا غرق شده، اما هیچ آیه‌ای ندارن که ما جسدش رو نجات میدیم.
اینا دیگه میگفتن قرآن تو داری بر ما پیش میکنی، تو که قبلا یک کاتولیک بودی یک مسیحی بودی. ایمان آورد، بقیه شروع کردن بهش تهمت زدن که آقا اینجوریه اینجوریه داره دروغ میگه. بابا چرا دروغ میگه؟ مگه پول کم داشته؟ حالا اینجا آخرش آیه چیز دیگه میگه. حالا شما شاید توجه به این باشه که نگاه کنید، توجه به این باشه که بدن فرعون نجات پیدا کرده، اما آیه بزرگتری در این هست. در همین سوره یک آیه بزرگتری هست، خدا یک پیشگویی دیگه میکنه، میگه چی؟ و ان کثیرا من الناس ان آیاتنا لغافلون. به درستی که بیگمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلند، یعنی آیه هم که بهشون نشون بدیم ایمان نمیارم. این بزرگتره. تو تعجب میکنی که این به این چیز به این بزرگی اتفاق افتاده، بابا زندگیش سر این گذاشته، مسلمون شده، بازم قبول نمیکنن، بلکه قبول نمیکنن تهمت هم میزنن. شما الان قبل از کلیپ شماره یک دور نمایش بدید که ببینید این بوریس موکای چی کار کرده. لقد طلب فرانسوا متران الرئيس الفرنسي الراحل من مصر أن يستضيف مومياء الطاغوت الفرعوني، وهذا كان في نهاية الثمانينيات، وطلب من العالم الفرنسي موريس أن يقوم بإجراء فحص للمومياء وترميمها. بعد ذلك استقبل مومياء فرعون في فرنسا عند سلم الطائرة. تخير الرئيس الفرنسي أفضل الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، وذلك لحضور مراسم استقبال فرعون في فرنسا باعتباره ملك فرعوني مصري. وبعدها تم حمل المومياء بموكب ثم إلى جناح خاص، وبعدها نقلت المومياء إلى جناح خاص بداخل مركز الآثار الفرنسي، والتف حوله أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح، وكانوا تحت قيادة. میگه که فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه که الان مرده، این از دولت مصر خواست که فرعون بیارید که ما اینجا تشریح کنیم، ترمیمش هم کنیم، چون که مومیایی بالاخره بیرون که بیاد چیزی خراب میشه، و آوردنش اینجا. یک هیئت علمی، خود فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه که نرفته بالای جسد، خب استقبال ازش کردن از مرده، یک هیئت علمی که رئیسش همین موریس بوکای بوده، همین دکتری که مسلمون میشه، رئیس این بوده، یک هیئت تحقیق گفت تحقیق کنید. خودش در این گروه رفته تحقیق اینو بر عهده گرفته که چجوری مرده، آیا ضربه زده مرده، به عمر طبیعی مرده. علم تشریح همینه دیگه. ما پزشک قانونی که میری میگه آقای مرده، چرا مرده، چرا دفنش نمیکنه؟ میگه حکومت میگه پزشک قانونی رو که نگاه کن چرا مرده، کشته نشده باشه چیه؟ اون میگه آقا به دلیل بیماری مرده یا به دلیل سکته مرده. اگه تو خونش بمیره، بیمارستان هم یک چیز فوتی، اگه بیمارستان هم فوت بده، بازم میگه پزشک قانونی علم تشریح جسده. خب این بوریس بوکای حالا روی جسد داره کار میکنه، ببینید. البروفيسور موريس بوكاي، وعند دراسة مومياء فرعون كان كل العلماء يسعون إلى ترميم الجثة، بينما كان بينهم موريس يسعى إلى اكتشاف كيف مات فرعون. من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حال. وأثناء فحصه الدقيق للمومياء، لأنه كان يراها غريبة جدا غير مشابهة لأي من جثث الفراعين التي قام بتحنيطها قبل ذلك، وعندما قام بفك أربطة التحنيط فوجئ بأن يده اليسرى قفزت باتجاه الأمام، وهذا تو این جسد یه جسد دیده که خیلی عجیب غریب بوده، فرق داره، و وقتی که بانداش باز کرده دست پریده بالا اومده. علم تشریح دیگه معلوم شده که دستشو به زور گذاشتن پایین و بستن. برای اینا بعد، یعنی 3200 سال بعد وقتی انسان دقت کنه اینو میفهمید، دکتر علمشه، متخصص همینه و رئیس گروهه. حالا أن من قام بتحنيط يده قام بتحنيطها إجبارا على وضع غير وضعها الطبيعي، ولم يهدأ للعالم موريس بال حتى قام بكل الدراسات، حتى توصل إلى نتائج، وهي أن كانت بقايا الملح العالق في جسد الفرعون بالإضافة إلى صورة عظامه المكسورة بدون أي تمزق في الجلد، وهذا ظهر بواسطة أشعة إكس، وهذا ما أكد لموريس أن فرعون مات غرقا بالبحر، وقوة اندفاع المياه هي التي تسببت في كسر عظامه. أما عن يده فاتضح أنه كان يمسك بيده شيئا مائلا كمثل درع أو سيف، وأن اندفاع الماء أدى غالبا إلى تشنجات في يده أدت إلى هذا الوضع الذي لم يتمكن المحنطون إلى وضع يده على صدره كباقي الفراعين، وذلك أدى إلى وضعها إجبارا. ولكن الأمر الغريب الذي جعل موريس في حيرة من أمره
لماذا جثة فرعون أكثر سلامة من غيرها برغم من أنها أصعبهم لأنها تم استخراجها من البحر؟ وعند ذلك ازداد موري السعادة وقرر إعداد تقرير يوصل إلى العالم به نجاحه واكتشافه قصة موت فرعون التي لم يكتشفها غيره بالعالم، وهي أنه تعريف کردم دوباره داستان همین است که وقتی فهمید که در دریا غرق شده از بقایای نمک و از دستش و از اینکه پوستش پاره نشده و استخوان شکسته، چون اگه از بیرون باشه دیگه این یعنی ضربه داخلی خورده تو آب، فشار آب، عذاب خدا بود دیگه. این مسلمان شد و این عکسش هست که اونجا به شما نمایش دادن. ببینید این ماجرای بسیار ماجرای زیبایی داره، ماجرای پروفسور مشهور فرانسوی که با جسد فرعون این مسلمان شد، ممنون تا آخر عمرش هم بر اسلامش بود، تا مرد تو فرانسه هم بود و گفتیم پولم کم نداشت، زندگی مرفه هم داشت. حالا ببینیم که ملحد این آیه به این روشنی رو، ما میخوام قسمت دوم آیه رو بگم که هرچی آیه بیاری مردم ایمان نمیارن، کسی رو میرن ناس، این بزرگتر از پیدا شدن جسد فرعونه. ببین حالا در فیلم آخر ببینید که این ملحد چی میگه. باور آدم نمیشه که چنین آیه رو این کار کنه. ببینید چی میگه، چه خوبم این کار میکنه، گوش بده با دروغ. سلام سلام، من زئوس هستم، آره خدای خدایان. در سایت های اسلامی به وفور آورده اند که یک گروه تحقیقاتی از جراحان و کالبد شکافان برجسته فرانسوی قصد ترمیم جسد فرعون رو داشتند. من که نمیفهمم یعنی چی؟ گروه تحقیق به ترمیم جسد چی کار داره؟ بعد میگن رئیس گروه به نام... تو که نمیفهمی، هم نمیفهمی دیگه، چرا ترمیم نمیشه؟ مومیایی ترمیم نمیشه؟ الان جسد رضا شاه که پیدا شد، اگه پسرش اینجا می بود وقتی که توی چیز عبدالعظیم داشتن میکندن، یک جسد مومیایی پیدا شد، مال رضا شاه بود دیگه، ایرانی حکومت ترسید زود دفنش کرد. اگه پسرش بود اینو چیکار میکرد؟ خب ترمیمش میکرد که خراب نشه. نمیفهمین چه؟ تو که نمیفهمین، از اول میخواد مسئله یه جوری بسازه که مسئله مشکوکه. میگن یه گروهی فرانسوی، گروهی فرانسوی کار نکرد، عکساش ندیدی از فرودگاه وارد شد؟ ندیدی موریس بوکای رئیس این گروه بود؟ از اول این کار شروع کرده، یعنی میخواد بگه اینا دارن دروغ میگن. چرا دروغ بگید؟ برو جلوتر بریم. پروفسور موریس بوکای برخلاف سایرین که قصد ترمیم جسد رو داشتند، او در صدد کشف راز و چگونگی مرگ این فرعون بود. بعد بقایای نمک که بر جسد فرعون کشف شد، دال بر این بود که او در دریا غرق شده و مرده است. این در حالیه که گذشتگان برای مومیایی کردن حجم زیادی نمک و حنا و چیزهای دیگه استفاده می کردند. وجود نمک بر جسد مومیایی که یک چیز طبیعیه، ربطی به غرق شدن در آقای کارتونک خوب بود که دولت فرانسی نمی گفتی تو رو رئیس هیئت می کرد که نمک بود که ما... تو می دونی که روی مومیایی نمک است و اون گروه تحقیق نمی دونست؟ گروهی تحقیق بود، هر کسی یک کاری میکرد، موریس بوکای رفته بود که این چرا مرده، تحقیق دیگه. هر کسی یه چیز رو تحقیق میکنه، یکی تحقیق میکنه آقا داره خراب میشه یا نه، یه چیز تحقیق میکنه که مومیایی چطور بوده. اونا نمیدونستن که نمک به کار میره؟ تو میدونستی؟ عجیبه. یعنی علم تشریح رو قبول نداری؟ بگو ندارم. تو چی کار هستی این وسط که حرف میزنی؟ این باید بالاخره اون دولت فرانسه انتخاب کرده، دولت فرانسه دفعه اول دولت فرانسه اون رو رئیس کرده، بس خودش علاقمند شده، از بس هم که آدم مهمه بوده، با چون که دکتر هم بوده، دکتر جراح هم بوده، زن سادات رو گفته دیگه هم برای من بفرست من تحقیق کنم، یا رفته مصر تحقیق کرده. فرعونو که چیزای قیمتی است به هر کس که نشون نمیدن، اما با واسطه داشته، ولی اولش دولت فرانسه این رئیس کرده، چون که از این بهتر آدم نداشت. تو چیکار هستی؟ البته فقط این دبه نیورده ها، قرار است که کثیر میرن ناس از آیات خدا غافل باشن، همه مردم باید از آیات خدا خیلی هاشون غافل هستن. رفیقاش هم دب بدره بردن. حالا باز میرسیم بقیه صحبتش بشنویم. ربطی به غرق شدن در دریا نداره. بعد میگن دکتر موریس یهویی به یک آیه از قرآن برخورده و در دم مسلمان شده. آیه 92 از سوره یونس در باره فرعون میگه پس امروز تو را با زره زرین خودت به بلندی ساحل می افکنیم. بزرگ کنیم نه همون آیه رو بیارین لطفا.
ببینید اینجا داره این ترجمه رو آورده که ترجمه غلطه. این ترجمه هرگز این معنی نمیده. فالیوم ننجی که به بدنی که، ببین فارسیه، پس امروز نجات میدیم بدن تو را. زره زرین کجا اومده؟ زره که نیست ها؟ لتکون لمن خلفک آیه، تا برای کسانی که از پی تو می آیند عبرتی باشد. این فولادوند، من نمیفهم این واقعا فولادوند آدم اینقدر نیست که اینقدر بیسواد باشه که غلط ترجمه کنه، ولی انسان از اشتباه میکنه. آیه جلوته، فالیوم یعنی امروز، فارسیه، نجی که یعنی نجات میدهیم به بدنی که بدن تو رو، کجاست زره، کجاست بدن، فارسیه دیگه ها. پس ترجمه غلط، به خاطر اینکه حرف خود ثابت کنی ترجمه غلط آوردی. یه بیچاره که اشتباهی کرده، اگه تو مرض نداشتی این همه تفسیر دیگه بود می آوردی، ترجمه دیگه بود. ترجمه چی میکنی؟ آیه هست، بله، بقیش عبرتی باشد و بیگمان بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند. خب این چه ربطی به جسد مومیایی داشت؟ دکتر موریس باید بشینه این رو تفسیر کنه. این ترجمه به درد نمیخوره، بگذارید ترجمه دیگه پیدا. ترجمه دیگه رو بیارین، بذار برین یکم جلو ترجمه رو بیارین. پس امروز تن بی جان تو رو درست ترجمه کرده، تو رو بل بالای ساحل افکندیم. بالای ساحل یعنی بر بالا افکندیم، یعنی بر خشکی انداختیم، یا رهایی دادیم بدن تو، یعنی نجات دادیم، معنیش اینه. خب این ترجمه درسته، چرا دو 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 میکنی؟ چرا رد میشی؟ چرا از این ترجمه رد شدی؟ بقیه ترجمه همه درسته، بر این جلو. نه اینم مالی نیست، یکی دیگه ده 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 ده. اینم درسته، اینم نه، نه این درسته. این مترجمه این قرآن خلفکر رو نگه دارید، اونجایی که درسته رو نمیخونه. اون یکی که گفته زرین زره، یک حرف بسیار عجیبی زده که هیچ کس نگفته، او رو آورده، بقیه رو آورده اما نمیخونه، دو 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 رد میشه. این چیه؟ این معجزه بزرگ قرآنه. میبینه آیه رو، ببینید دوباره، ببینید اینجا، بیگمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. این بالاخره صدای یک انسان است، درست است که کاریکاتور است اما صدای یک انسانه. بابا یک ترجمه غلط رو گرفته، مثل بعضی دوستان شیعه ما که یک تفسیر غلط میگیره بغیر ول میکنه. بیا اینو نگاه کنی، الان این ترجمه رو که میگی چیه؟ اینو نمیخونه، نگاه کن. پس امروز جسدت را از این غرقاب نجات میدهیم تا برای کسانی که از پی تو میآیند نشانه ای باشد. چرا اینو نیوردی تو؟ ای ملحد چرا اینو نیوردی؟ حالا دیگه رفته خلفکر ترجمه میکنه، اینو ول کرده، اینجا رو تخته کرده، به شما در شک انداخته. حالا ببینیم در مورد خلفکر چی میگه. بیاری آدم های پشت سر معنا کردند، آدم هایی که از پی فرعون میان و جسدش رو پیدا می کنند. لمن خلفک آیه یعنی جسد برای اونها نشانه ای هست. حالا که جسد فرعون، صبر کن عزیز من، همینجا غلط داری، اشتباه می کنی. اولا جسد فرعون رو که در خدا در خشکی انداخته تو قرآن گفته، تا حالا تو قبول این میگه چی بگه؟ این میگه نه، این برای ما و شما آیه نیست، برای کسایی که دنبال فرعون میگشتن بعد از مرگ فرعون، برای اونها یک نشان است، برای اونها هم نشانه باشه، هم یک معجزه است. چرا که در دریا غرق شده، آب باید ببردش، بالاخره جسد نجات پیدا کرده. باز مگه لمن خلفک، من بعد از من بچه های من هستن، نوای من هستن، نتیجه های من هستن، نبیره های من هستن، ندیده های من هستن، همه پشت سر من هم. خلفک هست پشت سر من هم. آیندگان تا امروز ما پشت سر فرعون هستیم، یعنی دنباله زمانهای بعد از فرعون اومدیم. نمیخوای قبول کنی، بگو من قبول نمیکنم، من میخوام شرابمو بخورم، من میخوام زنای خودم بکنم. اینطور خودت چرا آبرویت میبری؟ من که میگم که وقتی ملحد با قرآن در میفته لذت بخش میشه، همینه، گوش بدی. تا امروز بعد از قرنها باقی مونده، ما نیاز به یک معنی دیگه ای داریم که این آیه رو به یک معجزه بدل کنه. آره، یعنی خلفکه رو آیندگان معنا کنه. آها، این ترجمه خوبه. پس ما امروز تو را غرق دریای هلاک کرده و بدنت را برای عبرت آیندگان به ساحل نجات میرسان. ببینید من این رو مثلا فرض کنید که اینا ترجمه های زبان مختلف داره، یک زبانی که عمومی است، زبان انگلیسی رو میاریم ببینیم که اون چی ترجمه میکنه. این زبان انگلیسی که میگه بدن تو نجات دادیم یا نه، این زبان انگلیسی صبر کنیم، ترجمه آیه است دیگه، این که چی نیست.
So today we will save your save you in body. ما بدن تو رو سیو میکنیم. دفعه عربی الان دیگه همه دنیا انگلیسی میدونه. حالا بگی اگه بگی که مثلا این سایت ها همه با هم ساختن که این آیه اینجوری ترجمه کنن، عربستانی ها اینجور مردم نیست. این سایت از عربستان. عربستانی ها هنوز مفتی اعظمشون کیه این مرد، خدا رحمتش کنه، اشتباه کرد ولی گفت، یعنی اینقدر جرأت داشت اشتباه گفت، گفت که آقا زمین نمیگرده. تمام دنیا میگه زمین میگرده، نه آیه رو قبول، نه آیه رو عوض کرد، نه حرف خودش عوض کرد. مسلمان ها آیه رو عوض نمیکنن. دیدی به ترجمه انگلیسیش برات آوردم. هیچ کس نگفته که زره هست یا چیز دیگه است، بدن است، بدن فرعون در سایل انداخته. به هر زبانی برو ترجمه‌اش ببین بیننده کجا هستی. آیه الان دیگه دنیای اینترنته، همین آیه رو بیار به 50 زبان دیگه ترجمه‌اش ببین. این است که بدن تو رو نجات داد. بله بریم تا فرمان بقیه حرفش. به به، این متن داخل پرانتز و حتی این ساحل نجات همه افزودهای مترجم بر متن قرآن هست. واقعا دست مترجم درد نکنه که با افزودهای خودش برای قرآن معجزه میآفرینه. میبینید که سلیقه های مترجمین قرآن چقدر در القای مفاهیم قرآن مؤثر هستند؟ خواستم به الله که اگر تو حیا می داشتی یه حرف رو نمیزدی. بابا جان برو به زبانه دیگه ترجمه کن، به فارسی همین ترجمه میده. فلیوم امروز، یوم یوم، فارسی میفهمی. نجات دادن نجی که فارسی هست یا نیست؟ به بدنی که بدن تو رو نجات دادیم ترجمه هست دیگه. و آیه بالا داره میگه که آقا این تو دریا غرق شد، لا اله الا الله گفت، خدا ازش قبول نکرد، حالا بدنش از دریا نجات داده دیگه. سرا که غرق نشده، کوک غرق نشده، مثل روز روشن. آیهش اصلا لازم نیست که به ترجمه انگلیسی و فرانسوی بری، ترجمه فارسی هم لازم نداره. تازه فارسی همشون ترجمه درست کردن غیر از یکی اشتباه کرده بود اول. نمیفهمم که نمیخوام قبول کنم، بخوام قبول نمیکنم، اما باید معجزه خدا درست در بیاد. معجزه کشف جسد فرعون اینقدر بزرگ نیست، بزرگتر از این است که خدا فرموده که من آیه نشونشون بدم اینا قبول نمیکنم. چرا؟ برای اینکه شراب مزش بهتره از ایمان پیش اینا، زنا مزش بهتره از اینا، بی‌بندباری بهتره. بله دکتر موریس میگه با دیدن این آیه پی برده که قرآن معجزه است، که اشاره کرده که جسد غرق شده فرعون نجات پیدا میکنه و تا امروز برای آیندگان سالم میمونه و برای همین او به مقام رفیع مسلمانی مشرف شده. اما دوتا نکته، یکی این که این اتفاق یعنی تحقیق بر جسد مومیایی فرعون چه سالی رخ داده؟ گفتن در سال 1981 میلادی، ولی در یه جای دیگه گفتن که در سال 1974 میلادی. باشه، مهم نیست. در هر صورت موضوع اینه که دکتر موریس بوکای از سال 1973 پزشک دربار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی بوده، یعنی قبل از این که جسد فرعون رو زیارت کنه. بعیده که او بدون پذیرش اسلام به دربار عربستان راه پیدا کرده باشه، او از قبل مسلمان بوده. اما اگه بگیم بر فرض که اون موقع غیر مسلمان بوده، خب به هر حال فهمیده که چی کار کنه که همچین نونش توی روغن اعلا بیفته. حتما پی برده که عرب ها میمیرن برای یک آدم غربی که بگه من از قرآن معجزه دیدم و مسلمان شدم. هههههه ولی که خیلی خیلی اینجا دیگه سوتی دادی. اولا که بازم یک اشتباهی سایت ها رو گرفته که گفته نه این 1974 جسد فرعون آوردن، یکی گفته 1981 میگه مهم نیست، ولی برای تو مهم بود. درسته چی این است که 1981 آوردن. باز گفت که این آقا 1973 دکتر چی بوده؟ دکتر ملک فیصل بوده. خب اگر دکتر ملک فیصل بوده دیگه 1974 که نمیتونسته بره تو فرانسه، اگر دکتر مخصوص اون بوده تو عربستان، دو تا کار که نمیتونسته بکنه. باز ملک فیصل که دو سال فقط پادشاهی کرده، این دو تا، یعنی 73 تا 75، 73 اگه بوده ملک فیصل در سال 75 کشته شد که من شما یاد ما میاد اگر اونایی که به عمر من هستن. پس اینم یک دروغ دیگه. باز چند سوال از شما میپرسم. آیا پادشاه عربستان میگه حتما باید مسلمان بشی تا من بهت پول بدم؟ این همه عربایی که الان همه که خارجی که تو عربستان کار میکنن یک بر ده حقوق میگیرن مسلمانن؟ همین پسر بن سلمان چند وقت پیش، پسر این پادشاه فعلی،
معلمش یک مقاله عرض دینا نوشته بود، نه مسلمان بود نه هیچی، میگه من معلمش بودم. معلم رو که نمیخوام مسلمان بشه، عربا که دنبال تازه تو مسلمان بشی بهت پول میدن. روز مایی دوی زن نفر در دبی مسلمان میشن، کسی به اونا پول داده؟ حالا من که جلوی شما هستم، این یه تومت دیگه هم زد، تومت زد که این دنبال پول بوده. آقا اصلا فرض دنبال پول بوده، حالا یه حرفی زده حرفش ثابت کن، غلط بودنش ثابت کن. باز این که پول چیکار میکنه؟ پادشاه عربستان بهش پول میده، خودش دکتر بوده تو فرانسه، آدم کوچیکی نبوده. و دیگه که فقط پادشاه عربستان که نمیشناخته، پادشاه مصر هم میشناخته. پادشاه مصر هم که اسلامو اونقدر چی علاقه نداشتن که این بیاد مسلمان بشه. خانم جهان و سادات که اصلا بی حجاب بوده، بهش ربطی نداره که طرف مسلمان باشه کافر باشه. پس اینا میخوان تخطئه کنه شخصیت بابا رو. مثل من حالا داستان منه دیگه، شیعه میخواد من جواب منو بده، میگه آقا این رفته عربستان، عربستان بهش پول داده. کجا عربستان؟ من ویزا داد، من در عربستان زندگی میکنم. من نه، هیچ نی، همه مردم ایرانی رو کسی راه میده. باز اصلا یه چیز دیگه، اگه واقعا این ماشاءالله مسیحی‌ها که پول کم ندارن، میگه تو عربستان، تو هندوستان یک دفعه یک ده همه مسلمان شده بودن. باز این هندوها تبلیغات کردن که آقا اینا به پول میگه مسلمان شدن. یک خبرنگاری از همه ملا پرسید که شما میگه به هر کدوم از اینا 100، اون موقع 100 روپیه خیلی پول بود، 100 روپیه دادی اینا مسلمان شدن. گفت درسته، شما 200 روپیه بده اینا رو کافر کن. به پول مسلمان شدن، من 100 دادم تو 200 بده. یک موریس بوکایی که شما میتونستی سیر کنید، ولی همش تهمته. مثل که شیعه نمیتونه جواب منو بده، میگه آقا این وهابیز از چیا پول میگیره؟ از عربا بهش نمیدونم نونش در روغن، مثل که ای گفته. آقا جان چرا باید این کار بکنی؟ آدم تو فرانسه زندگی میکرده، باز 2 سال فقط اونجا بوده، باز ملک فیصل به این محتاج بوده. این که به ملک فیصل محتاج نبوده که، این نرفته گفته به من کار بده. ملک فیصل که این همه دکترا که تو پیشش میرن، چرا دور بریم، هم ایران ما، این همه دکترا که میان اینا رو معالجه میکنن، یکیش مسلمان شد که بگه آقا نون ما پیش خامنه ای تو روغن است. دکتر درجه یک احتیاج به پول نداره، چون همه همون که دیدی ملک فیصل رفت پیشش، اتفاقا این با ملک فیصل بحث هم کرد، گفت قرآن کتاب خدا نیست. در یک مرحله خب ملک فیصل یکم دیندار بود، باش بحث هم کرد. خارجی که نمیترسن که وقتی که پادشاه ایران مریض شد، سرطان گرفتم، این پادشاه آخری ما، جرأت نمیکردم بهش بگم تو سرطان داری. هی دکتر از فرانسه میگه که توی کارا جلو ان، فرانسه دکتر آوردم برایش واضح گفت، آقا گفت تو سرطان داری، گفت میتونی منو یه 10 سال دیگه زنده نگه داری که من این پادشاهی رو به پسرم بدم؟ یعنی گفت سرطان داری، علاج نداره. فرانسوی که نمیتسال بود، خود مردم همون وزیرها جرأت نمیکردن بهش بگن، زنش جرأت نمیکرد بهش بگه. فرانسوی اومد گفت چرا، اون احتیاجی نداره، دولت فرانسه پشتش است که خیلی قوی تر است از دولت عربستان. همین آقای آخرین رژیم رو کی بود، سارکوزی قبل از یک، نمیدونم این بود یا نه، که رفت به چی، به عربستان دعوتش کردن. خب در عربستان شراب ممنوعه، سر سفره غذا برای شراب نیوردن، عجیب شراب آورد خورد. من پادشاه خودم هستم، تو چیکار هستی و پولت هم احتیاج ندارم. آقا مثال دیگه، آقای روحانی پول تو جیبش پیدا کرد و رفت فرانسه که من 20 تا یا چی میخرم، نمیدونم 20 تا یا 40 تا بوینگ میخرم. پول دیگه هر کدومش 500 میلیونه. خب دیگه اونجا میگه اینقدر پول تاجر آدم احترام میکنه دیگه. مثال، خب چون که رئیس جمهور بود، رئیس جمهور فرانسه اینو دعوت کرد، گفت ما سر میز شراب میذاریم، گفت اگه شراب بذاری ما نمیام، گفت 1000 سال نیا. این با خودش میگه کافر، همه رو به کیش خود پندارد. باز موریس بوکای که مسلمان شد، 2 سال بعد دیگه پولا رو میگرفت میومد کافر میشد تا آخر عمر. باز آدم که مسلمان میشه، الان مثلا به من که تهمت میزنن، تعریف از خود نباشه، حالا اسمارم نمیارم، بعضی از این اساتیدی که پیش من خیلی عزیز هستن، خیلی قوی هستن، بعضی وقتا میاد از من سوال میکنه. چرا؟ برای اینکه من فکرم برگشته، خیلی چیزا رو کشف میکنم. چون که به اصطلاح یه کسی که نعمت با نعمت مقایسه نمیشه، یعنی شما یک نعمت نداشته باشی وقتی بهش برسی باز بیشتر قدرش رو میدونی. لذا میاد از من میپرسی که آقا به نظر تو فلان موضوع جوابش چیه؟ یعنی کسایی که یعنی در علم 10 برابر 100 برابر از من بیشترن. این همه قصه موریس بوکای است. موریس بوکای وقتی که مسلمان شد، کتابایی که نوشت خیلی قویه. گفتم همین کتابه، تورات انجیل و قرآنش رو بخونید، به فارسی هم ترجمه شده. بله، پس دیگه فقط خواسته تومت بزنه که این آدمو بگه آقا این قرآن درست نیست، این حرف از به خاطر پول این کارو کرده. آقا به خاطر پول کرده باشه، حرفش رد کن، شخصیتش رد نکن. همین کارو من به شیعه میگم،
میگم آقا من شیطان رجیم، تو حرف من رد کن. هی میگین نمیدونم از عربستان پول میگیره، از فلان پول میگیره. میگیرم فرض، تو حرف من رد کن. شما که این همه آدمی که مثلا 4-5 تاری که اینا شیعه کردن، آ میتونی کتاب بنویسه؟ کتاب خودشون براش مینویسن. همون تیجانی نبود؟ اینا که شیعه و من شیعه شدم کجاست؟ تونستی یک سخنرانی درست بکنه؟ ها؟ ولی هر شیعه ای که سنی میشه چون از دل میشه، میبینی که قشنگ سخنران برات در میاد که علمم نداشته باشه. با بقیه حرفاش که زیاد صحبت هم نکنیم. بله. ایدول علماء عدلو من دمی شهدا. The scholar's ink is more precious than the martyr's blood. اما نکته مهمتر از این حرفا، مهمتر از ادعای مسلمان شدن دکتر موریس، گزارش گروه تحقیق فرانسوی است، همان گروه دکتر موریس بوکای. در طی گزارشی نتایج تحقیقات خودشون رو بر جسد مومیای فرعون اعلام کردند. اونها با بررسی آثار باقی مانده از قارچ‌های روی جسد فرعون، با مطالعه زخم‌های ناشی از جنگ‌های فرعون و شکستگی های قدیمی استخوان ها، با تحقیق بر ورم مفاصل و تغییر شکل مهره های پشت و گردن جسد فرعون، با آثار سخت شدن شریان ها و رگ های بدن فرعون، گزارش دادند که رامسس دوم فرعون بزرگ مصر در دهه پایانی عمر خود بر اثر بیماری آرتریت با قوز پشت به سختی میتونسته راه بره. او به بیماری اسپوندیلیت انکلوزان مبتلا بوده، یه نوع بیماری روماتیسمی که در اون استخوان‌های ستون مهره‌ها به همدیگه جوش می‌خورند و دیگه حرکت ندارند. به علاوه سخت شدن شریان‌ها حکایت از گردش خون ضعیف فرعون سال خورده مصر داره، و باز علاوه بر اون از سوراخ بزرگی که در فک جسد فرعون دیده میشه معلوم شده که او از آبسه‌های شدید دندان‌های خود رنج می‌برده، به طوری که حتی عفونت ناشی از آبسه دندان‌ها به تنهایی میتونست علت مرگ فرعون بزرگ باشه. علت مرگ فرعون 90 ساله مصر طبق گزارش گروه دکتر موریس یکی از این بیماری‌ها بوده، و نه نمک و غرق شدن و قصه های خرافی تورات و قرآن. این در حالیه که داستان افسانه موسی و فرعون با هیچ یک از دیگر فراعنه مصر هم سازگار نیست، چرا که طبق داستان موسی، فرعونی که زنش موسی نوزاد رو از آب میگیره و بزرگ میکنه همون فرعونی هست که در آخر در تعقیب قوم بنی اسرائیل و موسی در رود نیل غرق میشه و میمیره. یعنی باید اون فرعون دست کم 40 سالی حکومت کرده باشه و از میان فراعنه تک به تکشون کمتر از 30 سال حکومت کرده بودند، مگر رامسس دوم که 66 سال فرمان روایی کرد. بنابراین نیازی نیست که زندگی فراعنه دیگر رو بررسی کنیم، و در مورد همین رامسس دوم نه زندگی او و نه مرگ او هیچ شباهتی به قصه موسی در تورات و قرآن نداره. داستان پردازی و شخصیت سازی اساس نوشته های کتب مقدس ادیان هست، اما با واقعیت های تاریخی جور نیست. تلاش سایت های اسلامی. بله دیگه تموم، آخرش از خودشو تبلیغات میکنه. عرض به حضور شما که من بخوام قطار ژاپن رو بکوبم، متروی ژاپن رو، اول میام مثال قطار هند میدم، باز میگم آقا قطار ببین پر از جمعیته، قطار ژاپن ژاپن، هند هنده، تورات با قرآن ربطی نداره. اگه در قرآن اشتباهی هست به اشتباه قرآن مربوطه، در تورات هست به تورات مربوطه، نه اینکه تو از نصفش از تورات بگیری نصفش از قرآن بگیری. این جواب یک، خودت الان قبول کردی که بوریس بوکای رئیس هیئت بوده. عبدالله ابن سلام وقتی که مسلمان شد گفت یا رسول الله من بزرگ یهودی ها بود دیگه، عالم دینشون بود، گفت قوم من خیلی قوم دروغگویه، شما اول ازش بپرسید که من چطور آدمی هستم، بعدا من میام بیرون میگم من مسلمان شدم. اون یهودی ها میان رسول الله میگه که نظرتون در مورد عبدالله ابن سلام چی؟ اگه اسمالو یادم رفته باشه در مورد همیشون بود. بله گفت که نظر ما این است که بهترین نماز عالم بزرگی است، نمیدونم اینجوریه اونجوریه. یه دفعه بیرون اومد گفت آقا من مسلمان شدم، پیغمبر بر حق است. گفت بدترین نماز هستی، فسادترین نماز هستی.
آقا جان این موریس بوکای اگه بلد نبود چرا رئیسش کردی؟ خودش میگه رئیس هیئت تحقیق. ببین هیئت تحقیق جسد فرعون، من یه دفعه توی موزه رفته بودم، همین چی بود، همین لبخند جوکند داوینچی بود به نظرم، همین بود ها. با اینکه در 3 تا 6 قایمش کرده بودن، باز یکی جلوش وایستاده بود پلیس، چون برش قیمت داره جسد فرعون که قیمتش خیلی زیاده، هر کس که نمیتونه بهش نزدیک بشه. ولی رئیس بوده، رئیس گروه، وقتی که این کشف کرده، چون قرار است که خب تو میخواستی همه فرانسه ایمان بیاره، معلوم است که ایمان نمیاره. ولی یک نکته دیگه هم هست، مگه یک فرعون است؟ ما که نگفتیم همه فرعون‌ها در دریا غرق شدن، چند جسد فرعونه؟ یک فرعون، یکیش دندونش مثلا اگر آبسه کرده یا مثلا پیر شده یا نمیدونم استخونش نرم شده، همه فرعون‌ها که اینجوری نبودن که. ببین خودش هم فهمیده، میگه نه هیچ فرعون دیگه یا مریض نشده، تو از کجا میدونی؟ یک فرعون اینا پیدا کردن، نسبت به فرعون‌های دیگه جسدش سالم‌تر بوده، چون خداوند خواسته سالم بمونه. به تو دریا رئیس هیئت گفتیم تو دریا غرق شده، این جای فکر داره یا نداره؟ تو اومد به رئیس هیئت زدی نمک رو، گفتی آقا رئیس هیئت چی میفهمه نمک چیه، من میفهمم نمک دریایی. و برای این چی؟ به خاطر اینکه اون بزرگترین معجزه قرآن، یک بار دیگه بذارید ببینم مگه آیه رو بتونم بیارم. این قسمت آیه است، خوب نگاه کنید. این که بدنش میگه نجات میدیم تا برای من و شما آیه باشه، این هست. ولی که این دومیش خیلی جالب تره. و این آخر حرفمه، کثیر من الناس، خیلی از مردم، کثیر که فارسیه دیگه، از مردم، ان آیاتنا، از نشانه های من، از معجزه های من، الله میفرماد لا غافلون، غافل هست. نمیگه که آقا من اگر این درست است، پس جهنم هم درسته، بهشت هم درسته، چطور تو به این راحتی بهشت و به شراب دنیا میفروشی؟ بدبخت، به دروغ میفروشی، بیچاره. الله میفرماد که به درستی، 2 دفعه تاکید میکنه، بسیاری از مردم از آیات ما حتما غافل هستن. الله مردم رو میشناسه، خدا به من شما رحم کنه که ما جزء اون کثیر نباشیم، جزء قلیلی باشیم که ایمان آوردیم. بگید آمین. الله حافظ و نگهدار همیشه. أشهد أن محمدا رسول الله.